بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه آخرین روز ماه نوامبر، یعنی سیوم سال نوامبر 2016 میلادی است و برابر است با دهم آذر ماه، درست میگم، آذر ماه 1395. و بذارید یه اتفاق جالبی که دو سه روز گذشته برای من افتاده برای شما تعریف کنم. اولا قبل از برنامه گفتم خب من اسکایپ رو باز کنم که آماده باشیم برای آقای یزدان خداوندلو ساعت 3 بعد از ظهر. وقتی رفتم بازش کنم میگه پسورد. پسوردو که میزنم، این پسورد یا همون کلمه عبوره دیگه، میزنم میگه این غلطه. میگم خب چیکار کنم؟ دوباره میزنم میگه این غلطه. میگم آقا یادم رفته. میگه خب برات میفرسیم. خلاصه 3-4 دقیقه طول کشید تا تونستیم پیداش کنیم. بعد میگه که حسابتو پیدا کردیم. میگم بابا حساب من که گم نشده بود، شما یک کاری کردید عوض شده نمیذارین. در هر صورت اینم یه ماجرایی که هر روز احتمالاً شما هم باهاش سر و کله میزنید و هیچ راه فراری هم ازش نیست و باید بسوزیم و بسازیم. هرچی ناراحت تر بشیم بدتره، هرچی خوشتر باشیم بیخیالتر میگذاریم. ولی بذارید برگردیم به این ماجرایی که دو سه روز برای من اتفاق افتاده و ما که این همه گاهی وقتی از خودمون، فرهنگمون، دوستان ایرانی ایراد میگیریم، امروز بیایم و یک تعریفی داشته باشیم و به این دوستان هم خسته نباشید بگیم. در رابطه با صفحه فیسبوک، ما یه چند مدت بود که فلج بودیم. حالا حتما دوستانی که مخالف منن یا دشمن منن خیلی خوشحال میشن که ای خوب شد بالاخره این سربی فلج، بیچاره حالا من فلج بشم تو به کجا میرسی. خلاصه تو آمریکا وقتی ماشین نداشته باشی میگن طرف فلج. واقعا هم همینجوره، چون سرویس عمومیشون افتضاحه. حالا باز خدا پدر این اوبر رو بیامرزه که این چند ساله که اومده یه مقداری از این لحاظ کمک میکنه، و الا خیلی افتضاحه، خیلی افتضاح. اونایی که تو اروپا هستن اصلا نمیتونن تصور کنن که تو آمریکا بدون ماشین چجوری مثلا نمیشه زندگی کرد. در هر صورت ما گفتیم خب یه ماشینی بخریم. رفتیم عشق پیری دیگه، گاهی وقتا میگه حالی که ما جوونیمون ماشین کورسی نداشتیم، ماشین اینجوری نداشتیم، میریم یه ماشین تیتیش مامانی بخریم. رفتیم یه ماشینی خریدیم، میخوایم بشینیم توش زانومون درد میگیره، میخوایم بیام بیرون کمرمون درد میگیره. گفتیم نه آقا اینو نمیخوام. گفتیم خب اینجا رسمه، تا میخوای بفروشی میذاری روی وبسایتیه. اونم یک انقلابی بود، کریگزلیست. قدیما که ما اومده بودیم اینجا باید زنگ میزدی به واشنگتن پست، اگه تا پنجشنبه زنگ نمیزدی دیگه برای اون هفته تموم بود، بیچاره شده بودی. حالا باید وای میزدی تا هفته دیگه زنگ بزنی که مثلا بگی آقا برای من جمعه، شنبه، یه شنبه آگهی بذار، اینم 25 دلار، یا اگر طرف کارش این بود که 100 دلار، 150 دلار ازش میگرفتن. تا اینکه نمیدونم یه جوونی، یه نفر که بلد بوده به نام کریگ، آمده و کریگز لیست رو درست کرده و توی همه منطقه‌های آمریکا هم هست. اونجا خیلی جا افتاد. البته اونم الان دیگه بیشتر رفت دست اونایی که پول بهش میدن. و اینجا این رسم، این ماجرای تریاک مجانی فقط ماجرای انگلیس و ایران نبوده، همه جای دنیا مجانی بهت میدن. وقتی معتاد شدی اون وقت یقتو میگیرن، ازت پول میگیرن. خلاصه ما ماشین رو گذاشتیم اونجا برای اینایی که میخوان، گفتیم اینو میخوایم بفروشیم. یه 3-4 روزی گذشت، هیچ خبری، یعنی خبری شد خیلی هم تماس میگیرن، یه سریشون مزاحمن، یه سریش مال یه جای دیگه، یه سریش این دوستان نیجریه‌ای هستن که همه‌شون میگن ما تو ارتش هستیم نمیتونیم ماشین داشته باشیم، ولی شما این ماشینه رو برای ما پست کن. منم میگم اگه تو ارتش هستی نمیتونی ماشین داشته باشی، وقتی اومدی بیرون بیا ماشین بخر، برو فعلا پا بزن زمین. دروغ میگن، میخوان اینجوری ماشین رو پست کنی و بری یه چک قلابی بهت بدن. خلاصه تا چند روز پیش یک، نمیدونم چجوری این دوستان بالاخره لینک میفرسن یا وقتی یه جایی هستن از شما هم دعوت میکنن که شما هم بیاین اونجا به اونها بپیوندید. یک دوستی برای بالاخره از یکی از این طرق معمول ما با این صفحه بچه های محل، اینم یه تبلیغی باشه برای این دوستان، حالا که اینا تبلیغ ما رو مجانی نشون دادن و
باعث شدن ما ماشینمون رو بفروشیم، خب ما هم انصاف داشته باشیم یه تبلیغی برای این دوستان عزیز انجام بدیم. ببینید نوشته که بچه های محله، بعد توی پرانتز نوشته ویرجینیا، مریلند، واشنگتن. میخواد چجوری باشه؟ میخواد مثلا مال کالیفرنیا اینجا آگهی نذاره، بعد که خوب طرف تماس گرفت گوه کجا بیام ببینم، میگه مثلا بیا سان دیگو ببین، میگه آقا من تو مریلندم. مریلند و ویرجینیا و واشنگتن ستاشون مثل یه ایالت هستن. الان دیگه یه مدت هم بحث بود که آقا این واشنگتن انقدر کوچیکه و انقدر کار اداریش دوزی موزی میشه، اینو یا بدید به مریلند یا بدید به ویرجینیا، ولی نمیدن. هیچ وقت هم واشنگتن استیت نشده، یعنی فرمانداری یا یک ایالت نشده. در هر صورت ما گفتیم که این دیگه چیه، نگاه کردیم دیدیم نوشته اگه میخواین چیزی بفروشین، ببینین قشنگ کلیدایی که گذاشته یا تبی که گذاشته میگه sell something، اگه میخوای چیزی بفروشی اینجا، اگه میخوای صحبتی بحثی رو شروع کنی اینجا، اگه میخوای نظرخواهی کنی اینجا، اون به اصطلاح برگه نظرخواهی رو درست کن. بعد اینجا هم نوشته بیشتر که حالا اگه میخوای به اصطلاح عکس بذاری، فایلی بذاری، آلبومی بذاری، نمیدونم create document، اینا که من اینا رو استفاده نکردم. ما تو اینو دیدیم گفتیم به چه خوب. البته یادتون باشه الان هم یه تبلیغ دیگه مال خودم گذاشتم، ضمناً پایین ترش هم یه موتورسیکلت، اونم مال خودمه، اگه خواستید بیاین، چون شما دوست تلویزیون مردم هستید به شما دو برابر حساب میکنم. خب شد چی؟ ما گفتیم بذار ببینیم. بعدم گفتم بابا ولم کارو، با چند دقیقه وایسم بنویسم که بله ماشین 13 سال کهنه، نمیدونم دو در اینجوری و اینها، مخصوصا با اون تجربه‌ای که داشتم که گذاشتم توی فیسبوک صفحه مردم تیوی خودم، و پسرموم از ایران اومد که آقا اونجا با مالیات یا بی مالیات، با دلار با تومن ایرانی چند میشه. گفتیم والا این اینجا 4900 دلار، زیر 5000 دلار، حالا دلار چنده تو ایران؟ گفت 3700. گفتیم خب خودت ضربش کن دیگه، 3700 ضرب داره، حالا بگو 5 تا حدود 120 میلیون 118 میلیون میشه. گفت چه خوب. گفتیم 118 میلیون خوبه؟ گفت آقا اینجا ماشینای نمیدونم فلان میدن 1 میلیارد فلان. گفتیم خب اصلا ما این سواد ما به این عددا و به این شماره های نجومی نمیخوره، ولم کن، شما هم که ایرانی این ماشین هم نمیشه با آب بیاد اونجا، ولش. یه دوست دیگه اومد گفت آقا به من ماشین دو در اگه مجانی هم بدن من سوار، مفت دو در، مفتش هم ارزش نداره. خواستم برش می‌نیسم قربون الله هر چی مفت به شما دادن اون مفتا رو بیار بده به ما، ببخش به تلویزیون مردم، ما اینجا می‌فروشیمش. اولا یه چیزای غلط رفته تو مغز ما ایرانی ها. اونجا بگو ماشین چهار در بخر، آقا اگه یه روزی کار دبیری ول کردی بتونی مسافر کشی کنی. آقا تو که بچه داری ماشین چهار در بخر، این بچه عقب ماشین تا جیشش میگیره تو میخوای بزنی کنار در واز کنن، این شاشیده تو خودش، دو در چیه؟ ما هم اینو یاد گرفتیم، این دوست ما هم حتما همین یاد گرفت. وقتی اومدیم آمریکا دیدیم بابا ماشین های دو در محکمترن، بعضی وقتا گرونتر از ماشین های چهار دره، بعد وقتی میخوای سوارش بشید دره بزرگتره، حالا بماند که میزنی به این و اون، مواظب باشید نزنید فوشتون میده. خلاصه ما این ماشین رو با ناباوری روز یک شنبه یا شنبه، فکر کنم یک شنبه، زدیم توی این وبسایت، توی فیسبوک این دوستان، بازم بهش نشون بدون بدم. البته این اسم بچه های محل ویرجینیا اینا بعدش که انگلیسی هم هست، اتفاقا من گفتم به این دوستمون، چون میدونی اینجا ریز، الان من اینه که میارم این بالا نگاه کنید در میره، نوشته ویرجینیا مریلند دی سی فور پرژن. من فکر میکنم اینو بنویسن دی ام وی، دیگه همه ما اینجا میدونیم دی یعنی دی سی، ام یعنی مریلند و ویرجینیا میشه وی، که کوچیک بشه و توی این جاش بشه بماند، حالا ما ایراد نگیریم ازشون. رفتیم اولا فکر کردم این مال دوستمونه آقای کامران نیاکان، چون خیلی فعال بوده تو فیسبوک و تو این کارا، و اون کسی بود که ایرانیان اوریتینگ رو درست کرد و اینها. بعد خلاصه ما هم زدیم اونجا و شب بود، یه دوست ایرانی به نام آقا بیژن برای ما یک ایمیلی فرستاده بود که من این ماشین رو میخوام با من تماس بگیر. ما گفتیم چشم، تماس گرفتیم،
گفت که بله من این ماشینو میخوام، همین امشبم هم میام میبرمش. گفتیم بابا این که ویژن که نمیشه مال نیجریه باشه بخواد کلک بزنه، ایرانیه. گفتیم آقا امشب که یه شنبه شبه، بشینیم فیلم نگاه کنیم. ما حالا تازه داریم فیلم نگاه میکنیم، فقط به عنوان احترام من زنگ زدم. گفت آره منم دارم فیلم نگاه میکنم. گفتم فردا صبح شما بیا، هوام روشنه، ماشین رو ببین، پولم بیار ببر. و خیلی هم همون موقع قیمت و قشنگ درست کرد. و حالا من قیمت رو نمیگم، شاید چون بخواد به شما بفروشه، بالاخره اون دیلر کار میکنه. و هیچ وقت من از کسی نمیپرسم شما اینو چند خریدی، میگم آقا من اینو میخوام، شما چند میفروشی؟ میگه 2 دلار. میگم خیلی ممنون، من 2 دلار ندارم، میرم اونور خیابون میخرم 1 دلار. از چی نمیگم ای آقا تو که این خرید 10 سنت، چرا میدی 2 دلار؟ به من چه؟ این بطری های کوچیک یه خواصی داره که بهتون میگم، باکتری جمع نمیکنه، یا باکتری چون آب رو میخوری تمام میندازی دور. اونایی که هی نگه میداری گرم میشه سرد میشه، مخصوصا تو ماشین، میگن باکتری و ویروس و میروس و همه چی نگه میده. خلاصه یه شنبه شب با ایشون صحبت کردیم. حالا یه 2-3 تا مشتری دیگه هم داشتیم، یه دوست افغانی بود ولی خیلی چونه میزد، هی 50 تا 50. بهش میگم پسر من گوش کن، من حوصله چونه زدن ندارم، من بهت میگم اینقدر تو بگو اینقدر، اگه گفتم نه دیگه تموم، ماکسیمومی که میخوای منم مینیمومم بهت گفتم. خلاصه سرتون درد نیارم، بدونید که تو کار تلویزیون وقتی میری این کلاس ها رو میبینی یادت میدن که اگه کاغذت گم شد، مهمونت نیومد، یه نگاهی بکن تو استودیو، مثلا از یه عکسی، از یه میخی، از یه دری، از یه نوری شروع کن صحبت کردن. و تو باید این توانایی رو داشته باشی که ربع ساعت، نیم ساعت صحبت کنی تا یا مهمونه برسه یا یه اتفاقی بیفته کاغذتو پیدا کنن و بیان. ولی من خدایش اینجوری نیست، کاغذم اینجاست، فایلا هم اونجاست، مهمونم امروز ساعت 3 داریم. و اینو فقط گفتم که قدردانی بشه از این دوستان. کدوم دوستان؟ شما اگر تو این منطقه هستید، واشنگتن، مریلند، ویرجینیا، حتما برید اینو نگاه کنید. دوستان یک لحظه به من صبر بدید تا من این در ببندم و بیام. به قول دوستان کرد، درگره ببند. الان یا خدمت با. خب یه حسابی برای این دوستان بچه های محل ما تنگ تموم گذاشتیم. خلاصه شما مال شاید یه جای دیگه هستید، تو اروپا، تو فرانکفورت، تو نمیدونم آلمان فلان، اینا همین کارا رو انجام بدید. بعد ضمن این که از اونا استفاده میکنید، اینجوری یه مزیتی داریم، حالا ما چون اقلیتی هستیم، خارجی هستیم تو اون کشور، یک کامیونیتی کوچیک، یه کامیونیتی رو چی میگیم بابا دیگه همتون بلدید کامیونیتی. خلاصه فردا صبح ایشون اومد و ماشین رو نگاه کرد و گفت این اینجاش هم یه تصادفی کرده. گفتم من اصلا ماشین کنه نمیدونم چی به چیه و خوشحالم که شما واردی. شما شغلت چیه؟ گفت آقا من ماجرا دارم، من اول ریلتور بودم توی کالیفرنیا، بعدن برای دوستانمون زمین خریدیم و هی ماشین فروشی باز کردن و اونها خوشحال و اینا، ما هم که اومدیم اینجا یه موقعیت پیش اومد، ما رفتیم تو کار ماشین خریدن و ماشین فروختن. گفتیم خب مبارکه دیگه، شما خیلی خوشحالم که شما مشتری هستی، دیگه میدونی چیه. نگاه کرد و قیمت رو گذروند و گفت فقط من چون اینا میدونی ریپورت میگیرن، گفت تو ریپورت اگر فریم دمیج باشه، فریم دمیج یعنی مثلا شاسیش کج شده باشه، اینجا باید بنویسن. گفت اگه تصادف کرده باشه، برده باشه از طریق بیمه و اینها، توی اون کارفکس مینویسن. ولی بعضی هم تصادف میکنن، شوهر خواهرش صافکار میبره اونجا درست میکنه، این ریپورت نمیشه. و من ریپورت رو دارم، ولی گفتم آقا جون شما اینو ببر، نه پول بده نه چک بده، برو همین که من اسم شما رو میدونم، شما اسم منو میدونی، میدونم 4 تا از رفقای منو میشناسی، این همینه، شما اینو بگیر و برو. اگر تصادفی فریم دمیج بود ماشینو برگردون برای من، اگر نبود شما پولو برای ما بیار. رفت بنده خدا و ماشینم نبود و اونو برداشت. ولی یه چند تا ماجرا پشت این برنامه است. ماجرا چیه؟ این آقا به من گفت که آقا این ماشینو به نام خودت کردی؟ گفتم نه آقا، ما اینو از یکی گرفتیم، دوستمونه، اونم همینجور ماشینو داده با تگش با نمرش و اینها. و این ایام
مرغابی چی میگن بوغلم و خوری بوده و اینها، ماشین همینجوری اینجا 7 روز بود، اونم رفته بود مسافرت. بعد که اومد گفت من این نمره ها رو باید بری بدی تحویل تا هم پول نمره رو بهت بدن، همین که بیمه نداشته باشی. شما اگه ماشین بخری پارک کنی تو خونت تو گاراژت احتیاج به بیمه نداری، ولی اگه رفتی نمره گرفتی باید بیمه داشته باشی، و اگه بیمه نداشته باشی $500 ازت میگیرن، برات هم بیمه نمیخرن. بعدم میذارن دیگه پروگرامی به نام RS22، اینایی که کاری کردن تقلبی کردن فلان اینا، و اون بیمه خیلی گرونه، چون بیمه میگه این حتما آدم خاطیه، کاری به قانون و اینها نداره، و ما بذار گوششو دستشو پاشو همه رو ببریم راحتش کنیم. خلاصه ما بیمه هم نداشتیم چند روزی که نمره اون بود. بعد که گفت میام میبرم، گفتیم که بیمه خودمون رو گرفتیم، و ولی هنوز تگ نگرفته بودیم، و قرارم با خودم گذاشته بودم که حالا اگر تا دوشنبه این ماشین فروش رفت فروش رفت، اگر شد سه‌شنبه صبح گور پدر زانو درد و کمر درد، ماشین رو نمره میکنم دیگه، ماشین 4-5 هزار دلاری میاریم میذاریم تو گاراژ، هر وقت هوا خوب بود سوار میشیم و میریم عشقش میکنیم، به قول ایرانیا برو حالشو ببر. خلاصه این ماشین فروختن اینا باعث شد ما با 2 تا کامیونیتی یا بچهای محله و این آقا بیژن جعفری آشنا بشیم، و آقا بیژن یه دیلرشیپی داره به نام والنتاین، سنت والنتاین، میدونید که اون روز والنتاین روز 4 فوریه 14 و اینها. بعدم وقتی وبسایتش و اینها رو رفتم دیدم، از امروز صبحم آگهیشون رو شما دیدید توی تلویزیون مردم، و فقط میخوام بهتون بگم که اگر با هم باشیم ایرانی ها، با وجودی که ممکنه اشکالاتی داشته باشیم، با وجودی که ممکنه گوشت همدیگر رو بخوریم، ولی استخون همدیگر رو دور نمیندازیم که سگ برداره تو کوچه ببره، استخونش رو میریم اولا خاک میکنیم. امیدوارم حالا گوشت همدیگر هم نخوریم، یاد بگیریم با هم چیزو اینا. این آقا بیژن به من گفت آخا این چجوری معامله کردی تو؟ گفتم چجوریه؟ گفت این ماشین سند داره؟ گفتم بابا اینها این سندش. گفت این همین یه امضا کرد داده به تو؟ گفتم آره. گفت آقا این اگه شما بری با این ماشین یه خلافی بکنی؟ گفتم بابا اون دوست ما گفته این با موش سفید شده دیگه نمیره بانک دزدی یا نمیره بزنه به کسی اینا. گفت نه آقا حالا اون این کارو کرد، ولی تو این کارو نکنی، یا اگه به کسی فروختی بنویس در چه تاریخی، از اون امضا بگی، عکس بگیر یا فتوکپی بگیر از گواهی نامش که معلوم بشه به شخص حقیقی فروختی. خلاصه چنان اطلاعات به ما داد، میگن چی؟ بیچاره آن که گرفتار عقل شد، خوشبخت آن که خرامد الاغ رفت. ما تا قبلش که انقدر اطلاع نداشتیم، ترسی هم نداشتیم، وقتی این اطلاعات به ما داد وحشت وجودمون رو گرفت. گفتیم حالا چه کار کنیم؟ گفت هیچی، به دوستت زنگ بزن بگو یه بیلافسل به تو بده. بیلافسل یعنی کاغذی که اون نشون میده این ماشینشو به تو فروخته، مایلاجش اینقدر بوده، تاریخش اینقدر بوده، که اگر قبل از اون اتفاقی افتاده باشه اون مسئول، بعد از اون تو مسئول و اینها. خلاصه گفتیم آقا والا ما به این کامران میگیم، یکی دوبارم اومده، میگیم بابا شما که وکیلی، شما که نمیدونم دکتری، شما که تو کار خرید فروش ماشین هستی، شما که تو کار ریل استیت هستی، بیان یه مقداری اطلاعات به مردم بدید. اینجا بهش میگن اینفومرشال، یعنی هم به شما اینفورمیشن و اطلاعات میدن، هم برای خودشون کمرشال یا تبلیغ دارن میکنن. طرف آقای رضا مظلوم یه چند هفته آمد تو تلویزیون اطلاعات میداد، بعدم میگو آقا خانم اگه میخوای خونه بخری، حتی اگه من از من نمیخوای بخری، به من زنگ بزن، من یه سری اطلاعات بهت بدم که کلاه تا اینجا نرسرت. بلا تا اینجا منظورم از این بر. در هر صورت خلاصه حالا امیدواریم که این ایام کریسمس و فلان و اینها که افسانه حوا و سیب ممنوعه، آقای یزدان خداوندلو، نمیدونم برنامه ما رو نگاه میکنید الان یا نه، من از شما خواهش میکنم مخصوصا روزایی که برنامه داریم یه مقداری قبلش این عکس‌ها رو برای من بفرستین، نوشته‌ها رو بفرستین و اینها، و وقتی شما دیر میفرستین من دیگه فرصتی ندارم تا اینو بذارم تو سیستم خودمون، و یه کمی برنامه شما نامرتب میشه. میدونید من سعی میکنم که روزی که برنامه دارم قبل از برنامه جنگی یه دوش چند دقیقه‌ای بگیرم،
فرش به قول آمریکایی‌ها تازه بیام خدمت شما. اون وقت میام اینجا میشینم چراغ رو روشن میکنم، دوربین رو روشن میکنم، برنامه رو روشن میکنم، بعد ببینم تازه شما عکس میفرسی. این عکس باید دیروز میومد، ماکسیموم دیشب میومد، ماکسیموم امروز صبح اول صبح میومد به وقت ما که میشد تقریبا ظهر شما. در هر صورت سعی خودمون رو میکنیم، ولی شما اگه با ما بهتر همکاری کنی برنامه ها بهتر و خوبتر میشه. نمیدونم چیه افسانه حوا و سیب ممنوعه موضوع برنامه امروزتونه، چون برنامه امروزتونو قبلا برای من فرستادید، نوشتید که بنیاد تفکر فمن در فلسفه حیات. این همین فمینیسم، بعضیا فمینیسم هم میگن، چیست نمیدونم. حالا موضوع برنامه‌تون شما خودتون اول برنامه اعلام کنید که من امروز درباره این میخوام صحبت کنم، و اگر شما راضی بشی که اصلا من تو برنامه شما نباشم، مثل آقای مینویی برنامه‌شو من نشسته بودم گوش میدادم، اگرم چیزی بود حتی میرفتم زنگ میزدم میگفتم آقای مینویی، یعنی به عنوان بیننده، ولی به عنوان مجری و گرداننده نبودم، به عنوان کمک فنی اینجا بودم. بماند. برگردیم به والنتاین موتور کمپانی و آقای بیژن جعفری، ضمن تشکر از ایشون، و امیدوارم که ایشون شروع کنه بیاد به شما و من اطلاعات بده، بعد دیگران ببینن ای آقا این کارو کرده راضی هست و اینها، اونها هم بیان. بذارید من آگهی ایشون رو الان برای شما نشون بدم، ضمن این که دارم خودم صحبت میکنم و این آگهی بین تمام برنامه ها هم پخش میشه و شما هم میتونید آگهیتون رو اینجا بذارید. چیه؟ بله، والنتاین. و اتفاقا امروز کاری رو که این آمریکایی هم انجام میدن، ماه چیز که میشه، بذارید براتون این نشون بدم. اینم هدیه ما به آقای بیژن جعفری، و نمیدونم که این با دوست ما آقای بردیا جعفری اینها هم دوست هستن، فامیل هستن یا نه. در هر صورت وقتی یکی دو تا صحبت میکنیم، مثلا دوستانی که من میشناختم، ایشون میتونم بگم 90%شون هم میشناخت با وجود که از کالیفرنیا آمده بود اینا. در هر صورت به قول ایشون تهرونیه، من شیرازی هم، ولی به قول اندی که میخونه اهل هر کجا که باشی ما همه ایرانی هستیم، همه ایرانی هستیم. و این دو تا سه تا اتفاقی که توی چند روز گذشته افتاد، و خب برای من خیلی راحت تره که با یه نفر که ایرانیه، با یه نفر که بیزینس داره، مغازه‌ای داره، فروشگاهی داره، ببینید ماشاءالله چند تا ماشین و نمیدونم تعمیرگاه و اینا دارن اونجا، آفیسی و دفتری و و نور علا نور بود. با داداششون بهزادم آشنا شدم، چون با ایشون آمده بودن که این ماشین رو ببرن. در صورت امیدوارم که اونها هم یک سود خوبی معقولی از روی این ماشین ببرن. شما هم اگر میخواین ماشین بخرین یا اطلاعاتی لازم دارین توی این ویرجینیا و اینها، توی ویرجینیا، واشنگتن، مریلند، شرط ماشین خریدن، ماشین داشتن چیه، این رو با این دوستان تماس بگیرید. یک بار دیگه از آقای بیژن جعفری ممنونم، خیلی خوشحالم، خوشبختم به قول دوستان که باشون آشنا شدم، و امیدوارم که باز هم ایشون رو بیشتر و بیشتر داشته باشیم و در این ماه دسامبر شما آگهی ایشون رو میبینید. ماه دسامبر توی آمریکا بعد از تنکسگیوین و اون فرایدی و اینها، از بعدش شروع میکنن، حالا بعدش هم ماندی، سایبر ماندی، بعدش هم تیوزدی، یه چیز دیگه حالا بهتون نشون میدم، سایبر تیوزدی که کمک میکنی به سازمانهای خیریه و اینها، بعد میان سر حرف حسابشون که حالا دوباره بیاین برین چی بخرین و آماده بشید برای چی؟ برای کریسمس. و هر راج میذارم خداییشم، بالاخره ما که قدرت نداریم، اگه یه چیزی رو امروز میگن 10 دلار، فردا میگن 5 دلار، خب این 50% آف شده برای ما، 50% قیمتش کم شده. ما هم 50% ماه دسامبر آف گذاشتیم، چه ساعت برنامه بخرید، چه آگهی بدید، چه کاری ما بتونیم انجام بدیم، ویدیویی درست کنیم و اینها. و حتی فیسبوکی که برای 8000 بیش از 8777 نفر میذاریم 10 دلار، توی این ماه هر یه نوبتی که شما ویدیویی بذارید، کاغذی چیزی بذارید،
ما 5 دلار چارجتون میکنیم، و اگه با ما وایسین، اونایی که با این 50% شروع میکنن، مادامی درست میگم، از لانگ از آمریکایی میگه از لانگ از، مادامی که با ما هستید با همین 50% بهتون تخفیف حساب میکنیم. حالا دیگه اگرم نمیدونم از این بهتر میخوایم، بلند شین کفشاتون رو در بیارین، با پای برهنه برید کربلا، انشالله شهید بشید، هم آیسیس به هدفش برسه، هم شما زودتر برید به حوریای بهشتی برسید. اینم از این. و اما هیچ عیبی نداره، ما گاهی وقتی هم راجع به چیزهای ساده‌ای که همین اتفاق ساده‌ای که برای من افتاده صحبت کنم، به جای این که بیایم حالا قمپوز در کنیم آقا به نظر شما حالا با انتخاب ترامپ چه میشه؟ آقا من چه میدونم، ترامپ هم یه لجنیه مثل اونای دیگه. تنها اختلافی که برای ما میندازه اینه که با کسی که من هم عقیده بودم یا با کسی که برنامه‌اشو خانم امی گودمن دنبال می‌کردم سال‌های سال، با اینا اختلاف پیدا میکنیم. میبینیم ای بابا این خانم ایمی گودمن که قرار بود حرف راست بزنه، حالا که رسید به اینجا نمیزنه. حتما این کلینتون ملینتون پولش داده و اینا. از اون برم تنها کاری که تا حالا این آقای ترامپ گفته و رو حرفش وایساده اینه که من شغلها یا مشاغل آمریکا رو نمیذارم بره این کشور اون کشور. و یه نمونش یه کارخونه هست که اینجا کولر میسازه، وسایل تهویه مطبوع میسازه و همون ایرکاندیشن و هیتینگ و اینها، اسمش کاریره. این میخواسته 2500 نفر رو مثلا ببره مکزیک، حالا آقای ترامپ رفته باهاش صحبت کرده گفته اوکی من 1000 تاشون رو اینجا نگه میدارم. یعنی این که گفت من میلیون ها جاب درست میکنم، میلیون ها جاب رو برمیگردونم اینجا، فعلا 1000 تاش، ببخشید اینو میگم، این دوستان لورمون میگو اینم ریابه، یعنی اینم رو آبه، معلوم نیست کجا بره. چون میگن حالا معلوم نیست ترامپ به اون کارخونه چی داده، چون اون کارخونه یه قراردادی با دولت داشته، حتما اونم گفته من برای که اینجا این قرارداد رو نگه دارم یا تمدید یا تجدید کنم، که ما نفهمیدیم این تجدید چیه تمدید چیه، اونم یه امتیازی گرفته. ولی این وسط بین من و یکی از دوستان نویسنده که قبولش دارم اختلاف ایجاد شده. چه اختلافی؟ ایشون طرفدار ترامپ نیست، ولی تجزیه و تحلیلی که میکنه میگه با این شرایطی که موجود هست و به وجود آمده، من چون ایرانیم ترامپ بهتره. این دوست اون میگه ها، هم خانمه هم زنه هم طرفدار زنا هست، ولی میگه من نمیرم چشم بسته به هیلری کلینتون رأی بدم به خاطر اینکه میخوام اولین زن آمریکا باشم. البته ایشون تو کاناداست، نمیتونه اصلا تو آمریکا رأی بده. زمنان من وقتی صحبت کرده بودم گفتم خیلی هم مثل من باور دارن که تو ایران نمیتونن رأی بدن، باید درستش کنم، از ایشون هم عذر میخوام. من منظورم اینه که من نمیخوام رأی بدم، حتی اگه بتونم، چون من آگاهی اونجا رو ندارم. من الان دیگه نمیدونم اون خونه‌ای که من تو شیراز توش بودم 6 متری بوده 8 متری بوده، الان 30 متری شده، اصلا هستش نیستش، خراب شده، به چی رأی بدم، به کی رأی بدم؟ میگم نمیدم، اینجا نشستم، اینجا حق رأی دارم، تازه اینقدر خوشحال بودیم اینجا میشه. و اما من به این دوستمون گفتم من میتونم این نوشته شما رو روز دوشنبه یعنی امروز توی برنامه در موردش صحبت کنم. ایشون نوشت که اگر میخواین مثل دیگران منو روی اون صندلی داغ بذارید یا میخواین روی میز تشریح بذارید، اگه بگم اشکالی نداره دروغ گفتم، و چون آدم دروغگوی نیستم بهتون میگم، ولی اگر میخواین با دلیل به من بگید که اشتباه میکنم، من منتظر برنامه شما و دلیل های شما هستم. ولی یه نکته ای رو گفته توی نوشته هاش، یادتونه گفتم یه مجری نابینا هست، گفته بود که من رفتم واشنگتن و داور رو دیدم توی این برنامه براش نشوندن، دیدی بهتون گفتیم این پدر سوخته حزب اللهیه، اصلا کورم نیست، نابینا هم نیست، کلک میزنه. گفته من رفتم تلویزیون رنگارنگ داور رو دیدم. گفتم بابا دیگه نمیتونه بگه من رفتم داور رو لمس کردم. اگه شما اینو میشناسی منظورش اینه که رفتم ملاقات کردم، بمانم. ولی من یه نکته ای رو توی نوشته های این دوستمون دیدم واقعا درست. ایشون نوشته که
احتمالا منم جز بشم دیگه. نوشته که من اینا رو برای دوستان که میفرستم متاسفانه دوستان بدون اینکه تمام مقاله رو بخونن جبهه‌گیری میکنن، نظر میدن و من همون وقته گفتم هلو سوربی، تا هم همین کار کردی. مقاله ایشون رو با وجودی که میام تعریفشم میکنم، نشونم میدم، میگم تو فلان روزنامه هست، ولی هیچ وقت تا آخرش نمیخونم. چرا؟ فکر میکنم که با ایشون هم عقیده بودم، هم عقیده هستم و حالا میگم ایشون تو کانادا هم هست، دوست داره طرفدار ترامپ باشه، به من چه. ولی اگر میخوام انتقاد کنم از یک کتابی یا از نوشته‌ای، وظیفه من اینه که اون نوشته رو بخونم، کتاب رو بخونم، بعد دربارش نقد کنم یا نظرم رو بگم. و الا این میشه ضرب المثلی که اینها دارن. اینها میگن کتابا رو از روی جلدشون قضاوت نکنید و متاسفانه ما این کارو میکنیم. من چون این کارو کردم یه عذرخواهی به این دوست نویسندمون بدهکارم که همینجا انجام دادم و امیدوارم که بعضی هم میگن معذرت خواهی. من بارها گفتم یا باید بگیم معذرت میخوام یا باید بگم عذرخواهی میکنم، ولی میگم معذرت خواهی کردم، این فکر کنم غلط باشه. من نمیدونم از لحاظ فعل و فاعل ایرانی تو جمله طرف آمد و معذرت خواهی کرد، فکر کنم باید عذرخواهی بگیم. البته میدونید تازه مثلا آقای افشارها که اینقدر وارده و هم فارسی و هم عربی و اینها، وقتی درباره شوربختی صحبت کردن و نظرشون رو گفتن، یه دفعه دیدیم بابا شوربختی اصلا برمیگرده به هزار سال پیش. من یادمه یه شعری رو گلپا خونده بود، میگفت که شوربختی بین که مثلا من همچون چی به صحرا سوختم، الان یادم رفته. ولی این چیزیه که حالا جدیدن ازش استفاده میکنن، ممکنه من و آقای افشارها از این نوع استفاده اینها به اصطلاح بدمون میاد، یا اشکال میگیریم یا میگیم بابا اینها دخان دوباره برگردن به اون، دیدید که براتون هم میفرستن پاوسی را پاوس بداریم، نمیدونم به عکس بگیم فرتو، به قوری بگیم نوری، به نوری بگیم شجاع، به اون بگیم شفا، به اون بگیم فلان. بعد میشه کی؟ میشه آقای آرمن ساگینیان. سه تا جمله که میخواد برای شما بنویسه میشه 10 تا جمله، همش پرانتز معنی. شما وقتی میخونی میرسی به آخرش اصلا نمیفهمی مرد حسابی چی گفته. ببخشید ایشون مرد حسابی هم نیست، خیلی ناحسابیه. اوکی، خب ساعت 2:36 است. یه دفعه وحشت کردم، فکر کردم 2:56 است. ببینم چیه. بچه‌های محله، آقای بیژن جعفری ویدیوشون هم نشون دادیم، ویدیوی ایشون تا آخر ماه دسامبر از تلویزیون مردم پخش میشه. ضمناً دوستان اون بیده، اون آفتابه، اون دستگاه نظافت یا دستگاه بهداشت اگر میخواین، الان گفتم 5 تای دیگه شو داریم که ما گفتیم اینا رو ممکنه شما این ور اونور 70 دلار، 30 دلار، 40 دلار، 50 دلار هم بخرید. ولی اگه خواستید از تلویزیون مردم بخرید، ما حالا باید برای هر کدومش 15 دلار پول پست بدیم. خب شما 100 دلار حداقل 70 دلار بدید که هم حمایت شده باشه، هم به اصطلاح به رفتن تو پستخونه ارزش داشته باشه. یا اگر اینجا هستید، بیزینسی دارید، مغازه‌ای دارید، میتونید اونجا بفروشینید به دوستان. خیلی چیز تمیز مرتب، من بهتون بگم باور کنید، بارها حتی در این باره صحبت کردم که توی مهمونی ها که میری، خب حالا طرف خواسته لطف کنه به جای یه آفتابه بذاره اونجا یا یه بطری بذاره، که همه میرن اونجا میگن آقا آفتابه آب پاش برای اینجا چه گلی رو باید آب بدیم، چه گلی کاشتم. خلاصه آمدن یه سری لوله هایی درست کردن مختلف میزدن، بعد شما فکر میکردی حالا این نفر قبلی با کدوم دستش اینو گرفته، بعد چه کار کرده، بعد اصلا بعضی هم که اینو باز میکرد میافتاد از دست شما اونجا که میرفتی، ببخشید حالا به جایی که باد را بری باد شنا میکرد. این یه چیز تمیز مرتب شیک، و اگر خواستید بذارید اینم بهتون نشون بدم برای اینایی که برنامه ما رو احتمالا روی فیسبوک میبینن، این تبلیغ رو هم ببینید. و اگر مایل باشید بیده نو آدیو، بله اینو بیاریم اینجا، بریم پلیر 3 و اینم از این پلیر 3، اینم شما داشته باش، نگاه کن، شماره تلفن خودمون رو گذاشتیم و به زودی هم باکس های تیوی، باکس مال ایرانیان آی پی تیوی رو
به اصطلاح از طریق تلویزیون مردم میتونید بخرید. من با دوستمون میخوام صحبت کنم، یه ترتیبی بدیم که شما مستقیما با ما تماس بگیرید، پرداخت کنید، ولی اونها بفرستن. اینجوری خیلی ساده تر میشه. اینجوری حالا ما به مشغول ذمه بودن و اینها معتقد نیستیم، ولی این که من فکر کنم نکنه این آقایی که به من زنگ زد الان 10 تا باکس خرید ولی اونا به من کمیشن یه باکس رو دادن، یا نکنه مثل جی ال باکس که ما چون باهایی بودن خیلی بهشون اطمینان کردیم ولی کمیشنی اصلا به ما ندادن. این دیگه راحت میشه. آقا خانم، شما اگر میخواید با شماره تلفن 202-695-2573 تماس بگیرید و از اینجا بخرید. حالا فهمیدم که شماره تلفنم اینجا نیذاشتم، بذارید یه دونه دیگه درست کنم. ببینید حرف که میزنیم یه چیزی هم راه میفته، حالا دیگه دوستان شکایت نکنن بگن آقا ما اومدیم که برنامه شما رو ببینیم دیدیم چیزی نگفتیم. خب آقا خانم میخوای من چی بگم؟ شما بیا بگو. شماره رو گذاشتم امروز چون قرمزه فکر کردم نذاشتم. بله گذاشتم. برگردیم اینجا، همینه دیگه. این دستگاه خیلی تمیز، نه لوله. این حالا ببخشید دستش کرد اونجا، این برای اینه که اگر کثیف شد چجوری دستکش بپوشید تمیزش کنی. اینم به نظر من اشتباه بوده اون کسی که این آگهی رو درست کرده، چون اینا همه نو بوده. حتی این توالته به اصطلاح توی استودیو نو خریدن گذاشتن، با دست این کارو میکنه. شما اگه یه وقت مجبور شدی اون قسمت رو عوض کنی، تمیز کنی، دستکش بپوشید، احتمالاً شما از من بهتر میدونید، شما از من تمیزتر، شما از من وسواسی‌تر. وسواسی بودن خوب نیست، پدر آدمو در میاره، ولی تمیز بودن خوبه. اینم از این. ببینیم که دوستان چی میگن، بریم تر چند دقیقه‌ای که موجود هست دیگر دوستان رو از خودمون راضی نگه داریم. از جمله آقای حسن ماسالی، دکتر حسن ماسالی 1.5-30 دقیقه قبل از برنامه خودم برای من نوشته بود که سابجکت بانکیمون که اون که عوض شد نشد، سکرتری جنرال اف یونایتد نیشنز فری مستر کوروش زعیمی. من واقعا تعجب میکنم افرادی که اینها فعالین سیاسی بودن. این آقای حسن ماسالی که دیگه حسابش از همه بالاتره، یعنی چون جنگای چریکی اسلحه وارد کردن بردن تو ایران، بعد خواسته نماینده بشه، بعد خواستن بگیرنش، در رفته اومده اینها، و حالا یعنی اون دفعه گفت من 60 ساله دارم فعالیت سیاسی میکنم. حالا امروز برسیم به یه جایی که فکر کنیم اگه یه پتیشن، اگه یه تومار بنویسیم بفرستیم برای آقای بانکیمون، آقای کوروش زعیم از زندان آخونده آزاد بشه. و به هر کدوم از اینا میگم یه دونه، آقای منصور اوسانلو، آقای ایکس، آقای ایگریگ، آقای دکتر حسن ماسالی، یک دونه تومار، نمیدونم تومار فارسی دیگه درست، پتیشن به من نشون بدید که شماها درست کردید، ما هم امضا کردیم، این ثمر بخش بود. میدونید میگن بیهوده داریم و باهوده، ولی هیچ وقت ما نمیگیم هوده، میدونیم میگیم این بیهوده است، به درد نمیخوره، ولی هیچ وقت کلمه هوده رو استفاده نمیکنیم. در صورتی که هوده یعنی به درد خور. شما یک کشی به من نشون بدید که این کار کرده. مثلا بگید آقای منصور اوسانلو میخواست اعدام بشه، ما پتیشن نوشتیم، ایشون آزاد شد، اومد اینجا. اصلا همچین چیزی نیست. و چرا دوباره این کارو میکنن من نمیدونم، منتظر پاسخ اینها خواهیم بود. آقای سعیدی، شماره تلفن شما اینجاست. یه پیامم میبینم 1 دقیقه و 10 ثانیه ولی هیچی نمیگه. بذارید براتون بزنم. هیچی نمیگه. فکر کنم یا تلفنتون اشکال داشته، دیدید تلفن میزنید فکر میکنید قطعش کردید، قطع نشده، میذارید تو جیبتون تا تلفن بعدی. 1 دقیقه و 10 ثانیه هیچی نمیگه، ولی من این پیامو یعنی این شماره و اینا رو میبینم که مال شماست. اگر چیزی هست الان زنگ بزنید صحبت کنید. ضمن یه دوستی داریم که تلویزیون مردم رو هم حمایت میکنن، ایشون دیروز برای من نوشته بود که میخوام چند دقیقه با خودت صحبت کنم، که من گفتم امروز اینجا هستم، ولی خب من از صبح ساعت 6 تا 11 و 38 دقیقه اینجا بودم، ایشون تماس نگرفت. 11 و 38 دقیقه که ایشون تماس گرفت من بیرون بودم با پستچی، داشتیم صحبت میکردیم و یه بسته‌ای بود تحویل میگرفتیم. وقتی برگشتم دیدم ایشون پیام گذاشته، و چون خودشون گفتن فردا تماس میگیرم،
دیگه من زنگ نزدم، گفتم احتمالا کاراشون کردن، زنگشون زدن رفتن. ولی من از شما یه خواهشی دارم دوست، از دوستانم باید بخوام. اگر پیام برای منه که من 100 بار گفتم من تنها کسی هستم که این پیام ها رو گوش میدم اینجا، پس پیام بذارید برای خودم، بگید پخش نشه برای بیننده. و اگه پیام برای بینندگانه که خب بازم پیام بذارید. این همدیگر رو چیس کردن، هی من شما رو تعقیب کنم، شما منو تعقیب کنید، باور کنید ما 2 هفته از این پامون درد میکنیم، میخوایم بریم دکتر، زنگ میزنیم دکتر میگه شماره 1 رو فشار بده اگه داری میمیری، شماره 2 رو فشار بده اگه به ما بده کاری، شماره 3 رو به ما فشار بده اگه میخوای نوبت بگیری. شماره 3 رو فشار میدی وایسی دین 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 دین، همه آهنگاری که برات زد به جایی که بگه ما بیزی هستیم یا وایسین یا پیام بذارید، میگه پیام بذارید ما بیزی هستیم. زنگ زدم پیام گذاشتم گفتم آقا این چه وضعیشه، من هی زنگ میزنم پیام میذارم، بعدم سکرتر شما زنگ میزنه پیام میذاره من نیستم، تو پیام بذار من پیام بذار، تو پیام بذار من پیام بذار، که دیگه بالاخره وقتی بهش گفتم گفتم این روزا من اویلیبلم، من میتونم این روزا بیام، نوبت تو بده نجات بده والا میرم یه دکتر دیگه. زنگ زده و نوبت داده و میریم دکتر، ان شاء الله شما دعا کنید دعای شما مستجاب شده. گربه سیاه که نیستید که بگم به دعای گربه سیاه بارون نمیاد. خب و لطف کنید پیام بذارید، فقط اول پیامه بگید. حالا چرا اولش؟ چون من اگه نگاه میکنم میبینم مثلا 3 دقیقه از 6 دقیقه از 2 دقیقه است و گوش میدم شما دارید صحبت میکنید، میگم خب این موضوع خوبیه بذارید تو برنامه پخش کنم، صحبت نکنید بعد آخرش بگید که راستی صدای من پخش نشه، این دیگه ببخشید too late sorry. اولش این آقای حسن خزائی خیلی قشنگ، آقای حسن خزائی خیلی تغییر کردی یا کارات ردیف، معرفی میکنی خودتو، چه ساعت از قدیم هم این کارو میکرد، چه ساعتی هست چه روزی هست، حالا دیگه اونا هم خیلی لازم نیست، شما دیگه خیلی شفتش نده به قول شیرازی. بعد میگه که این پیام برای خودتونه، درباره موضوعات صحبت میکنه و اینها، امیدوارم اون گرفتاریایی که داری، مسئله به اصطلاح سلامتی مادر، نوبت اونا از همه واجب تره، اول اونا رو انجام بده، اونها به اصطلاح رفع و رجوع بشه با خبرهای خوش، بعدن بیاییم ما حالا خبرها رو از شما هم نشنویم، خودمون گوش میدیم یا از جای دیگه، چیزی عوض نمیشه، تازه بشنویم چیزی عوض نمیشه، ولی مهم اینه که شما و سلامتی مادرتو به اصطلاح کارهایی که باید داشته باشی و اینا. من یه نگاهی کنم اینو 4 شنبه 10 آذر، بله چون این دستگاه رو گذاشتیم اینجا من باید از بالاش سرک بکشم، 10 آذر 202-695-2573 شماره تلفنمون، بعدم میشه 30 نوامبر. دوستان امروز آخرین روز ماه نوامبره، متاسفانه نمیدونم چرا بعضیا میگم یه دفعه میان کمکی میکنن، کمکی خوب چشمگیر، یه دفعه میرن پیداشون نمیشه. اگر افرادی باشن مثل اون آقای منوچهر از بوستون که مایی $10 کمک میکنه، مثل اون دوستمون که از فلوریدا مایی $30 کمک میکنه، ولی دائم باشه. دیدید میگفتن طرف برای دولت کار میکنه، یه آب باریکی میاد، این آب باریک اگه بیاد بهتر از این که یه دفعه آب بیاد بخواد ببرتت سیل، یه دفعه 3 روز خوشسالی بشه، چون شما نمیدونید که دیگه دوباره لوله آب بعدن کی باز میشه. اون آب باریک اگه بیاد ما برمیداریم نگهش میداریم، هر وقت خواستیم ازش استفاده میکنیم، هر وقت نخواستیم دوباره میفرستیمش تو انباری. اسم آب اومد تشنم شد، اگه اسم کباب بیاد حتما گشنم میشه. خب ساعت 2:47 است، چند دقیقه دیگه میریم سراغ آقای یزدان خداوندرو. ممنونم از آقای علی شیرازی که برای ما یه چیزی فرستاده به نام رنکینگ دی پرزیدنت فرام لیست تو موست اکسپریانس. رنکینگ مثلا درجات ارتش رو میگن، یا درجه بندی کردن، یا نمیدونم حالا اینا رو میگن رنگ، مثلا میگن رنگ فلانی چیه تو این ارتش، تو سازمان مثلا میگه سرتیپ، سرهنگ، بریگادر، کلونل، جنرال. اینجا نوشته درجه بندی یا ردیف این رئیس جمهورای آمریکا از کم تجربه ترینشون تا بیشترین تجربه شون، که میدونید 44 تا رئیس جمهور داره، 45 هم داره خودش آماده میکنه که بیاد بیچارمون کنه، آقای دونالد ترامپ. بعضیا میگن نه آقا اصلا نگران نباشید، همین فکر کنم آقای علی شیرازی برای من فرستاده که یک کسی رو که انتخاب کرده دونالد ترامپ به اون برای
رئیس سیا و اینها CIA بهش گفته او تون نرو، اینجور هم نیست که تو بتونی برجام ایران رو پاره کنی بریزی دور. اگه برجام ایران رو پاره کنی بریزی دور، احمقانه ترین کاریه که امکان داره. بذارید امروز چون آخرین روز نوامبر هست و اینها، ما یک حالی بدیم به دوستانی که زحمت میکشن با تلویزیون مردم هستن و امیدوار باشیم که بیان. حالا که ما اینجوری کار میکنیم باشون، اونا بگن بابا این تلویزیون آگهیمونو بدیم، باکسمونو بفروشه. ایرانیان آی پی تی وی، تی وی باکس، پرقدرت ترین، بیشترین محتوا، کمترین قیمت تی وی باکس ایرانی، بیش از 850 کانال ماهواره بدون نیاز به دیش و رسیور از طریق اینترنت، هزاران فیلم، شو و سریال ایرانی، سریال های ترکی دوبله و زیرنویس فارسی، موزیک، ویدیوهای ایرانی، ترکی، عربی، کاراوکی ایرانی. براتون راجع به کاراوکی تعریف کردم که خیلی جالبه، مخصوصا این ایام هالیدی کریسمس و اینها، اینو بگیرید تو خونه خودتون مشغول کنید به این، به جای اینکه بحثای سیاسی علکی کنید سر دو تا آدم که این احمقه یا اون احمق‌تره، خودتون و فامیلتون و دوستاتون رو از هم به اصطلاح ناراحت کنید. بدون اشتراک ماهانه یا سالیانه پست رایگان، این 4K Ultra HD، میدونید که از وقتی 1080 اومد، یعنی 1000 شد HD High Definition، این دیگه 4 برابر اونه و تصویر رو اگه تلویزیونتون به اصطلاح 4K باشه، این باکس هم میتونه بهتون 4K بده. خیلی کار کردن با این باکس ساده است و شماره تلفن اینا رو نشون ندم، با ما تماس بگیرید دوستان. نه بابا بیا، بنده خدا زنگ زد گاهی سوربی، خیلی ممنون، تا حالا 3 نفر نمیدونم از کانادا و از ژاپن و یکی دیگه هم زنگ زده و زنگ زد تو هم گفت ما میخوایم به اصطلاح سهم فروش شما رو پرداخت کنیم. گفتیم حالا باشه بعدا. قیمت عادی 339 دلار، الان کردنش 229 دلار. دوستان بشه تابید. قیمت حراج برای مدت کوتاه، خرید یک باره بدون اشتراک ماهیانه، والا ماهی 20 دلار اگه بخواید بدین میشه 240 دلار. این 229 دلار میدید کمتر از یک سال مال خودتون. باکس هم اینقدر شیک و جالب و کوچولوه، از این آهن پاره ها درست نکردن، یه چیز تمیز و خوب، بعد هم وایرلس هم وایر داره. آدرسشون هم هست ایرانیان یا ایرانیان iptv.com. شماره تلفنشون هم هست 818-964-0102 و اگر فرصتی پیش بیاد با حامد صاحب این شرکت هم یه بار گفتگوی خواهیم داشت که اونم هم اطلاعات به اون بده، هم اون چیزی که گفتم اینفو مرشال. هر کسی هم ناراحت از این که چرا ما تو تلویزیون مردم باید بر تبلیغ نشون بدیم، دلیل شما هستید. چون چند سال گفتیم تبلیغ نمی کنیم، شما ها حمایت می کنیم، بعد شما ها گفتیم آقا ما چرا حمایت کنیم، ما کشورمون رو گرفتن حمایت نکردیم، نمیدونم فرار کردیم، حالا برای تلویزیون حمایت کنیم. دیدیم راست میگی، آقا راست میگی، بالاخره وقتی یه چیزی راست میگی. گفتیم اوکی، آگهی میفروشیم، وقت میفروشیم، آفتابه میفروشیم و افتخار میکنیم، آفتابه های قرن 21. خب بریم سراغ عجایب دهگانه ایران. اینم باز از یکی دیگه، آقای سیاوش عبقری از فکر کنم آتلانتا، همه هم ماشاءالله دکتر، همه هم فرریخته، همه هم پرریخته. ایشون هم من سالهاست میبینم جلسه میذارن، آقای نوریزاده رو دعوت میکنن، آقای اونو دعوت میکنن، آقای مدحی میاد میگه الان ما اومدیم با سپاه پاسداران میخوایم با شما خارجی ها کار کنیم، اونا رو چیز کنیم، بعد پولشون هم میخوره میره، میره شامشون هم میخوره میره. ایشون هم همین پتیشن، همین اوزای علب قول شیرازی ها. ممنونم نایر خانم نشتود، من هر وقت با دوستان صحبت میکنم میگم به قول سوربی کارمون خیلی خرابه، بهشونم بگید سوربی کجاست، چه کانالی میتونن یا چه. آها ضمناً این ایرانیان آی پی تی وی، مردم تی وی هم روش هست، اونایی که میگین ما از کامپیوتر نمیخوایم ببینیم و اینا، ضمن اینکه کامپیوتر رو شما میتونید وصل کنید به تلویزیون، حتی اگه تلویزیونتون قدیمی باشه. در هر صورت ایشون نوشته همانطور که میدانید جناب کوروش زعیم برای استفاده از آزادی بیان و خیراندیشی برای ملت ایران توسط دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی به زندان منتقل شده است. این کمپین با در نظر گرفتن اینکه دفاع از آزادی بیان، ببین آقا، آقای عبقری
ما نمیخوایم قدر و ارزش این زندانه یا سیاسی رو بیاریم پایین، ولی خدایش من از شما یه سوالی میکنم. کسی که دشمنش رو نمیشناسه، کسی که نمیتونه آزادی خودش رو نگه داره، چجوری منش انتظار داشته باشم که بیاد منو آزاد کنه؟ کسی که انقدر زبل نیست که دست این آخوندان نیفته، چپ و راست زندان، امیر انتظام زندان، آزاد زندان، آزاد، حالا دیگه اینجوری بیچاره خوابیده، بعد ازش میپرسن که شما ناراحت نیستی انقدر عمرتو، پشیمون نیستی انقدر عمرتو هدر دادی؟ آخه کسی میاد بگی من پشیمونم؟ اونم ایرانی؟ مگه همه مثل منه که بگه آقا این دوست اون نامه نوشته، من به خودم داد زدم سربی اشتباه میکنی و بیام عذرخواهی کنم، حتی تو نامه ننوشتم براش من از شما عذرخواهی میکنم، بزنم بره که نفهمم. اومدم جلو همه شما میگم، چون یه بار از نوشته های ایشون استفاده کردم، گفتم من تعجب میکنم که چرا افرادی مثل ایشون الان. و یه چیزی هم هست، کسایی هستن اینجا اونا طرفدار ترامپن، حالا شما آدم معقولی هستی، اونا دنبال اینن که بله این چون گفته من میخوام برم بزنم بکشم به اون خاطره، که نمیدونم بابا رفتن و زدن و کشتن به این سادگی نبوده و نیست و نخواهد بود. دموکراسی رو با اسلحه وارد کردن امکان پذیر نبوده و نیست و نخواهد بود. یه بار دیگه از بچه های محله ویرجینیا واشنگتن دی سی ممنونم، از آقای ویژن جعفری ممنونم، از شما ها ممنونم. آخر ماه نوامبر، اول ماه دسامبر حتما حمایت کنید از تلویزیون مردم تا ما بتونیم این ایام کریسمس والا به پستچی باید پول بدی، به آشغالی باید پول بدی، به سلمونی باید پول بدی، من نمیدونم کی به ما گیفت میده. و اگرم کسی خواست اون آفتابه نه، سرویس بهداشتی قشنگتر بگیم، سرویس بهداشتی ها رو 5 تاش مثلا با هم بخره ارزونتر میدیم تا بره. ترامپ اند ایران بی بی سی، و حالا اینو نگاه کنید. ممنونم، گفتم علی آقا، درست گفتم علی آقا اینو فرستاده، فقط من این عکس رو بیارم در فریمی که ما اینجا داریم و به شما نشون بدم با کامرای تو. هشدار رئیس CIA به دونالد ترامپ پاره کردن توافق با ایران نهایت بیخردی است. دوستان 30 نوامبر، اونایی که مثل دوستمون آقای بابک، مثل دوستان دیگه خوشحال شدن که الان ترامپ میاد و 38 سال ما نتونستیم کاری کنیم ایشون میره، بابا رئیس CIA بهش میگه ترامپ هر قدم خر باشه، احمق باشه، بی مغز باشه، نمیاد حرف اینو نادیده بگیره. ضمناً ترامپ چون بیزنسمنه آدم زرنگیه، حتی حرفای دشمنا رو هم گوش میده تا ببینه بلکه ازش یه نتیجه بگیره. شد 2:56. یه دوستی برای من نوشته که بازرگان خائن بود، این همونی که با اسم علی بابو، نه علی بابا، نه علی بابو، با اسم علی بابو برای ما ایمیل میفرسته. دوست عزیز، بازرگان خائن بود، حالا میخوای چیکار کنی؟ از زیر خاک درش میاری محاکمش کنی یا از زیر خاک درش میاری اعدامش کنی؟ آقا تموم شد رفت. والا منم سعی میکنم برنامه‌مو مو بدم. این دوستانی هم که طرفدار پادشاهی بودن، ببینید یکی یکی الان از این آقای رضا پهلوی آزرده کنارگی شدن رفتن، دیگه روشون هم نمیاد. آقا شاه مرد، مصدق مرد، بازرگان مرد، خمینی مرد، خامنه ای هم میمیره، این دولت هم از بین میره، ولی آیا من و شما ملت خوبی شدیم، ملت بهتری شدیم به نسبت 38 سال پیش؟ من فکر کنم شدم خداییش. من اون موقع خوب بودم، بد نبودم، حالا خوبتر شدم. شما چی؟ شدید یا نشدید؟ اگه نشدید که فرقی نمی کنه. بله اوکی، اجازه بدید من ازتون همینجا خداحافظی کنم. دوستانی که روی فیسبوک هستید قطع میشه، دوباره ویدیوی جدید میاد اونجا، ویدیوی آقای یزدان خدابندلو از کلن آلمان. دوستانی که این برنامه رو از طریق تلویزیون مردم میبینید، اگر برنامه زنده میبینید الان ساعت 2:57 روز چهارشنبه 30 نوامبر، یکی دو دقیقه قطع میشه تا ما آقای یزدان خدابندلو رو بیاریم روی خط و دوباره وصل میشه. خود شما باید ریفرش کنید. ضمناً جمعه ساعت 3 بعد از ظهر فکر نمی‌کنم آقای افشارها به اصطلاح، یعنی فکر نمی‌کنم که، مطمئنم برنامه نخواهند داشت، و اگر شماها مایل هستید اون زمان رو میتونید داشته باشید 3 تا 4. و خیلی جالبه وقتی که ما از ایشون خواهش کردیم آقا اینا میخوان برنامه‌شون کالیفرنیاست 3 بعد از ظهر باشه که نشه فلان اینا، امکان داره؟ ایشون گفت نه،
الا للا سه بعد از ظهر، همچین که یه هفته آقای احمدی رو تغییر دادیم، اونا رو فیسبوکشون نوشتن اینا. آقای افشارها گفت من فعلا چند هفته برنامه نیستم. چه باید کرد؟ باید با دوستان ساخت، حتی اگر بسوزیم و بسازیم. پس با ما باشید، برمیگردیم.